به نام خداوند بخشنده مهربان شما را خوش آمدید میگیم به درس سوم ریاضی صنف هشتم امیدوار هستم که انشالله این درس را تلاش بکنیم که مانند درسهای قبلی خوب یاد بگیریم در درسهای قبلی ما و شما موضوعات محاسبوی داشتیم در این درس هم موضوعات ما و شما زیادترش محاسبه هست و این محاسبه بر شما کمک میکنه که بعداً در ریاضی با محاسبات هم عادت کرده باشین و هم خیلی جایا بسیار راحت بتانین که محاسبات را انجام بتین اگر از امیال تمرین نکنین برای بیشتر با اصطلاح محاسبات مثال ها باز بعدا هم چندان عادت نمیکنین و بالاخره فکر میکنین شاید مثلا محاسبی از خیلی زیاد مشکل باشه در حالی که اگر شما از حال تمرین بکنین خیلی محاسبات مشکل نیست و شما با محاسبه کردن در مثال ها عادت میکنین پس به این ترتیب درس امروز ما و شما قیمت تقریبی جزر مربع به طریق اوسط هست وقتی قیمت تقریبی میگیم یعنی قیمتی که ما و شما بدست میاریم و قیمت طبعاً به مطلق نیسته. یعنی تا حدود یا بگیم نزدیک به جواب هست یا نزدیک به جواب واقعی هست این خودش یک طریقی مستقل هست که در این طریقی مستقل بحثی که میخوایم برتان بگیم نسبت به مسائلی که تا به حال را ما شما خواندیم متفاوت هست یعنی نسبت به مسائلی که تا به حال را ما شما خواندیم فرق میکنه حالا اگر ما شما در کتابتان ببینین به عنوان اول که بر شما هست یا بگیم در بالای صفحه یک موضوعی که بر شما گذاشته تا بیشتر در مورد موضوع فکر بکنین در اینجا بر شما گفته که قیمت تقریبی جزر مربع به طریق اوسط دو تا مثال مطرح کرده دو مثال بر شما نشان میده که چی بحثی را میخواهیم مطالعه کنیم و این به اصطلاح در کجا به درد ما میخوره چقدر مهم هست مسائل مثل از بر ما شما ذهنیت میده مثلا در ابتدا ببینیم گفته آیا گفته میتوانید که جزر مربع 81 چند است خب میفهمیم نو ضرب در نو 81 میشه به نان جزم 81 مساوی به عدد نو هست پس این بسیار راحت بود و ما شما فهمیدیم میشه اگر یک زمان یک عدد مثل جزر 25 بر 16 داشته باشین در این صورت قیمت از این چند خواهد شد خب در اینجا میفهمیم که در صورت ما و شما 25 داریم در مخرج که هر دو شان زیر یک جزر هستن 16 داریم پس چطور میشه که جوابش رو بعد بیاریم خب 25 رو میشه 5 مربع نشته کنیم 16 رو میشه 4 مربع نشته کنیم هر دویشان دارای توان دو هستن با درجه جذر خلاص میشه و نتیجهش مساوی به عدد 5 بر 4 بشه آلی اگر شما 5 بر 4 را بخواین به اصطلاح قیمتش دریافت بکنین 5 رو باید تقسیم 4 بکنین وقتی 5 را تقسیم 4 میکنین طبعا یک عدد اشاری بعد است نه خیلی وقتا شاید اشاریش چندین رقم دوام بکنه یعنی مثلا 8 رقم، 6 رقم، 5 رقم دوام بکنه و بعد از او به اصطلاح اشاری تمام شود که یا بگیم ماسبه ما شما بعدش باقی ماندهش صفر شود که در این حالت ها وقتی ما شما مثلا میفهمیم بعد از شش هفت رقم قیمت اشاری ما شما دریافت میشه و کامل دریافت میشه اگر بعد از رقم دوم آمدیم ماسبه خود متوقف کردیم این نمی جواب ما شما تقریبی هست این جواب شما تقریبی مثلا جذر عدد دو یک اشار یا چار یک چار میشه و اگر بعد از او عدد دیگه هم داشته باشه حالا فرض میکنیم که یک اشار یک چار فکس شده از او با دیگه عدد نداشته باشه در این صورت اگر ما شما جذر دو رو یا چار بگیریم این میشه قیمت تقریبیش در حالی که قیمت کاملش یک یا چار یک چار میشه این یک بحث بر تقریبی هست بحث دیگه هم با شما بر تقریبی داریم بحث دیگه ما این رقمی است که یک زمان مثلا روی یک عدد شما کار میکنین یا بس میکنین یا میخواین جواب را به دست بیارین در او عدد فرض میکنین بین 20 تا 30 هست مثلا در یک مصرف شما کردین بیشه بین 20 تا 30 مثلا قیمت بر شما آمده باشد حال به هر واحدی که باشه افغانی باشد یا به با اصطلاح هر پولی که باشد بین 20 تا 30 شما بگین که اینی عدد ما نظر بین 20 تا 30 هست در اینجا هم جواب ما شما تقریبی هست یا بگیم عدد ما شما تقریبی هست که درس امروز ما شما بیشتر روی ازی بحث هست یعنی یک زمان امکان داره که مثلا عدد مورد نظر ما شما از قیمت که میخواییم بزرگتر باشه یا یک زمان امکان داره از قیمت که میخواییم کوچکتر باشه مثلا در اینجا از ما شما سوال کرده که عدد پنج بین مربعات کدام دو عدد قرار دارد که البته عدد پنج را اگر ما و شما داشته باشیم بین مربعات کدام دو عدد گفته میتونه قرار داشته باشه که از این طریق میخواییم که جزر عدد پنج را بدست. دست بیاریم جزر مربعی یا جزر مربعی عدد پنج را بگیریم. خب یک عدد داریم که اگر خواسته باشیم دو را همراه سه در نظر بگیریم در اینجا به اصطلاح قطار عدد را در نظر بگیریم و اینجا قطار مربعات را در نظر بگیریم خب اگر دو را مربع بسازیم در این صورت میشه عدد چار و اگر سه را مربع بسازیم میشه عدد نو در حالی که عدد مورد نظر ما و شما عدد پنج هست بین دو و سه یک عدد با اصطلاح وسطی را در نظر میگیریم یا ایتری بگیم محاسبش بکنیم که دو جمع سه تقسیم دو یعنی اوسط بین دو و سه را میخواییم دریافت بکنیم چرا این کار را میکنیم؟ به خاطر دریافت جزم به عدد نو عدد پنج ببخشین اگر عدد نو می بود که دیگه جزم دربیش سه میشد و اگر چار می بود جزم دربیش دو میشد ولی چون 5 پنج هست بین مربعات دو و سه هست بنان ما شما هم اوسط دو و سی را دریافت میکنیم دو جمع سه پنج تقسیم دو نتیجهش میشه دو اشاریه پنج این خب پس ای عدد عدد شما دو اشاریه پنج هست حالا میخواییم که دو اشاریه پنج را مربع کنیم یعنی اوسط بین اعداد را دریافت کردیم مربعی از اعداد عدد را میخواییم دریافت بکنیم که اگر با عدد پنج مطابقت کرد که چی بهتر میگم جز مربعی مثلا پنج و دو اشاری بیست میشه ببینیم که رقم هست یا نیست دو اشاریه پنج ضرب در دو اشاریه پنج را وقت با هم دیگر ضرب بکنیم 5 ضرب پنج 25، پنج دو پنج دو ده دو داشتیم دو 5 پنج دو ده حاصل یک دو دو یک حاصل داشتیم 5 به این ترتیب پنج دو یک پنج شش دو خانه اشاری داریم دو خانه اشاری جدا میکنیم شش اشاریه بیست پنج میشه مربی آ... عدد مربع دو اشاریه پنج پنج نمیشه بلکه شش 25 میشه پس ما شما به عدد مطلوب خود نرسیدیم یعنی عدد ما و شما خوب بود که در اینجا عدد فکس 5 به آمد یا به یک تفاوت نسبتا کم به دست آمد بین این مرحله رو باز هم ادامه میدیم یعنی چی کار میکنیم یعنی از این دو قسمت از این دو قسمت میایم یک قسمت می رو در نظر میگیریم از این دو قسمت میایم یک قسمت سیومی یا بگم یک عدد بین هر دوی از اینا بازم جابجا با میکنیم چرا به خاطر که دو نیم مربعش 6.25 از 5 بزرگتر هست و دو مربع که 4 باشد از 5 کوچکتر هست بنابراین پس ما و شما در بین از این تا بازم میشه یک عدد با اصطلاح دو می را جستجو میکنیم خب در اینجا پس نوشته میکنم که اول عدد را بعد از او مربع عدد را یا بگیم مربعاتش عدد کوچکتر ما و شما دو هست عدد بزرگ ما و شما دو اشاریه پنج است مربع دو چار میشه مربع دو اشاریه پنج شش اشاریه بیست و پنج میشه به همین ترتیب عدد وسطی را که در نظر بگیریم البته از حاصل اوسط بین دو و دو پنج باید به دست بیاریم که در این صورت نوشته میکنم دو بین دو و دو اشاریه پنج بل. جمع دو پنج تقسیم دو اوسط میشه دو تا عدد را با هم جمع میکنید تقسیم تعدادش میکنید یا بگیم چند تا عدد رو با هم جمع میکنید تقسیم تعدادش میکنیم اگر سه عدد بود تقسیم 3 اگر چهار عدد بود تقسیم چهار اگر دو عدد بود تقسیم دو او سطح حسابي از درس های قبلی هم می میفهمید که چی قسمی هست خب در اینجا با شما دو تا جمع دو اشاریه 5 کنیم میشه 4.5 تقسیم دو آله 4.5 را که تقسیم دو بکنیم ببینین به ترتیب دو دو چار اشاری را پایین میکنیم یعنی در قسمت دقال میتیم پنج بازم دو دو چار یک باقی میمانه چون اشاری گذاشتیم سفر میگذاریم پنج دو ده و همین ترتیب چیز باقی نمیمانه دو اشاری بیست و پنج پس عدد مورد نظر ما و شما در بین دو تا عدد دو اشاری بیست و پنج هست دو اشاری بیست و پنج حال 2.25 25 رو مرش دریافت میکنیم که 2.25 شار 25 را وقتی مربیش دریافت بکنیم یعنی 2.25 را ضرب بکنیم با 2.25 به خاطر که وقتی ما و شما 2.25 شار 25 را ضرب میکنیم با 2.25 وقت 25 وقتی نسسبتا زیادتر رو میگیره و شما در مثال قبلی هم کار کرده بودیم میفهمین که چه قسم باید ضرب بزنیم به نان پس به خاطر که از وقت کمتر گرفته شوه نتیجهش میشه 5 و پنج نتیجه حاصل ضرب دو تا. یا بگیم حاصل ضرب از این به صورت مجموعی میشه 5 پنج یعنی 5 پنج پس ما و شما بالاخره عدد نزدیک را دریافت کردیم که عدد نزدیکی که ما و شما داریم عدد چی است؟ 5 از 0, یعنی اگر ما و شما جذر عدد 5 داشته باشیم میشه در نتیجه قسمی نشته کنیم که جزر مربع عدد 5 مساوی میشود و البته مساوی را اصطلاحش نباید استفاده بکنیم در اینجا اصطلاحی که استفاده کنیم اصطلاح معادل هست یا بگوییم تقریبا مساوی است این رقم وقتی که خط مساوات علامش با اصطلاح رقمی کج میخوره این به معنای معادل هست جزم ربده پنج معادل است و دو اشاره بیست و پنج بله یعنی این میشه قیمت تقریبی جزم ربی یک عدد که ما شما در این مثال خود دریافتیم که قیمت تقریبی جزم ربده یک عدد را چگونه میتانیم که ما شما بدست بیاریم که در این مثال ما محاسبه کردیم حال مثال بعدی داریم که این مثال بعدی ما و شما دریافت جزم مربع تقریبی عدد ده هست که چطور میشه جزم تقریبی عدد ده را محاسبه کنیم مثل روش کار بر عدد پنج دریافت کردیم برای عدد ده هم به همین روش پیش بریم. پس مثال دیگه درس ما و شما جزم عدد ده هست که وقتی جزم عدد ده دریافت میکنیم اگر شما به این تشویش باشین که بین کدام دو تا عددی را قرار بتیم در اون صورت میشه که در ابتدا مثلا به این شکل نوشته کنین که خب عدد ده هست از کدام عدد کوچکتر است که جزر کامل داشته باشه خب از ده بزرگتر عدد شانزده هست و از ده کوچکتر عدد نو هست جزر شانزده میشه چار جزر نو میشه سه جزر ده را نه نظر به هر دوی از امین ها دریافت میکنیم بنابراین پس وقتی که از این جذر بگیریم این میشه سه این میشه جذر 10 میمانه از این طرف هم جذر عدد 4 میشه یعنی ما شما باید بین عداد سه و 4 جستجو بکنیم که جذر عدد 10 بدست بیاره. خیلی خوب پس الان ما شما ای عدد را داریم و این طرف هم مربع عداد را داریم یا بگیم این طرف عداد را داریم در سمت راستم مربع عداد را داریم خب عدد کوچکتر ما شما عدد سه هست عدد بزرگتر ما شما چار هست سه مربع ما میشه نو چار مربع ما میشه شانزده بسیار خوب آل عدد وسطی بین سه و چار را دریافت میکنیم سه جمع چار تقسیم دو که هفت بر دو میشه هفت بر دوی ما سه اشاریه پنج میشه به این ترتیب سه اشاریه بیایم که سه اشاریا پنج را مربع بسازیم یعنی سه را با سه اشاریا ضرب بکنیم وقتی که سه اشاریا پنج ضرب شود با سه اشاریا نتیجه که ما شما بدست و شما به دست میاریم دوازده اشاریا بیست هست دوازده اشاریا به این ترتیب ببینید سه ضرب در سه اشاریا پنج سه اشاریا ضرب سه اشاریا نتیجهش 12 اشار یا 25 مثل که قبلا ما شما نوشته بودیم خب در اینجا عدد مورد نظر با شما 12 اشار یا 25 شد باید عدد 10 می شد یا نزدیک به عدد 10 می شد پس خیلی نسبت به عدد ده فاصلهش زیاد هست چند شدم؟ 12 اشار یا 25 پس ای بار چی کار میکنیم؟ فضا بین این دو ساحره در نظر میگیریم فضا بین این دو تا ساحره در نظر می گیریم. که در این حالت عدد که ما و شما داریم یا عدد مورد نظر ما و شما و این طرف هم مربع عدد را در نظر میگیریم مربع عدد را عدد مورد نظر ما و شما این بار سه هست و به همین ترتیب بزرگترش سه اشاری پنج کوچکترش البته مربعش نو و مربع قیمت سه اشاری پنج دوازده بیست پنج می خواهیم که کدام عدد را دریافت بکنیم عدد وسطی هر دریافت بکنیم تا به ترتیب یک عدد به دست که مربع از او مساوی با ده شود وقتی مربعش مساوی با ده شد در قدم او عدد جزء مربع عدد ده است خب ببینیم پس چی کار میکنیم بازم سه جمع سه اشاریه پنج تقسیم دو یعنی اوسط سه و سه اشاریه پنج را میخوایم دریافت که در این صورت 3 جمع 3 5 مساوی می شود به 6 5 تقسیم دو 6 اشاریه 5 را که تقسیم دو کنیم ببینین 6 اشاریه 5 تقسیم دو 3 دو 6 0 البته چیزی باقی نمی مانه بعض اشاری را انتقال می دیم. بعدش عدد 5 را میاریم می پایین که در این صورت دو دو چار میشه یک باقی میمونه 5 دو ده میشه البته این صفر از قبل پنج دو ده. کامل تقسیم درست است میشه سه اشاره و پنج سه و سه اشاره 25 بیست در که مربع بسازیم میبینیم که مساوی به عدد چند میشه برای مربع ساختن سه اشاری 25 ضرب در سه اشاره و جوابش میشه ده اشاری 5 پنج شش ده یعنی در اینجا عددی که ما شما بعد اسمیاریم ده پنج هست اگرچه باز هم مساوی به عدد ده نیست یعنی خوب بود که مثلا نو نوی متوالی به دست می آمد خوب بود که مثلا 10.001 از سفر یک یک چیزی به دست می آمد ولی در اینجا جواب ما و شما تقریبا از ده هم بیشتر است. اگر خواسته باشیم بازم قیمت خود دقیق تر بسازیم چیکار باید بکنیم؟ بازم این دو قسمت من حیث میار ما و شما عدد بزرگتر عدد البته سه اشاره 25 عدد کوچکتر هم عدد سه است مرباطش هم به امون ترتیب بین از تا باز اگر در قرار میتیم که دریافت بکنیم ولی به هر حال میتونیم که آلی هم ما شما یاداشت بکنیم یا بگیم جواب بتیم که جزر مربع عدد ده مساوی میشود به با. یا بگیم اصطلاح مساوی استفاده نکنیم چون مطلقا مساوی نیست کم تفاوت وجود دارد میشه از سه اشار یا بیست و و این ترتیب ما شما طریقه دریافت جزر مربع به طریقه اوسط یا بگوییم قیمت تقریبی جزر مربع به طریقه اوسط ما شما در این درس خود خواندیم که غیر از راهی که ما شما در درس قبلی خود بودیم راه دیگه هم وجود داره که چطور میتونیم جزر مربع را به طریقه اوسط دریافت بکنیم البته قیمت تقریبی هست قیمت مثل طریقه عمومی که قبلا خوانده بودیم نیست بنابراین امیدوار هستم که این طریقه را هم پیاده بسازیم خوب است بر از شما بیشتر یاد بگیرین یک وقت اگر در اون طریقه کدام جای از پیشتان مثلا اشتباه میشه یا مثلا از یادتان میره میشه از این طریقه هم استفاده بکنیم طبعا طریقه های مختلف برای ما و شما تنوع در ماسبات ما و شما و ای که جایی با مشکل بر بخوریم او را حل میسازه و جای و مشکل آنچنان که هیچ ماسبه بر پس درس امروز ما و شما با همین مباحثی که خواندیم در همین جا به پایان میرسه امیدوار هستیم که در سال خوب یاد گرفته باشه تا یک درس بعدی از ریاضی سنف هشتم همه شما را به خداوند بزرگ یک تام مسپارم شاد و موفق باشم.